25مین روز آذر ماه برابر با 16 دسامبر سال 1239 خورشیدی برابر با 1860 میلادی، زادروز پاول نیپکو، مبتکر آلمانی و یکی از مخترعین تلویزیون. نیپکو مخترع آلمانی در 16 دسامبر 1860 میلادی در خانواده فقیر و پرجمعیت در آلمان به دنیا آمد. وی با اراده و پشتکار راسخ خود تحصیلاتش را تا پایان دوره دانشگاه در رشته فیزیک ادامه داد. او برای اختراع وسیله‌ای جهت متحرک کردن تصویر تحقیقات و مطالعات بسیاری انجام داد. پاول نیپکو در این زمینه موفق شد تا دو عیب عمده از دستگاه‌های انتقال تصویر را برطرف سازد. اولاً که صدا را انتقال دهد، دوم این که طریقه نمایش پی در پی عکس‌ها را کشف نماید. وی در این راستا موفق شد عکس‌ها را به امواج تبدیل کند و زمینه ارسال آنها به نقطه دیگر را فراهم سازد. دستگاه ابداعی نیپکو در 5 نوامبر 1907 میلادی کامل شد و به صورت موفقیت آمیزی اقدام به ارسال صدا و تصویر نمود. پاول نیپکو جز 5 سال پایان زندگی خود با رنج و زحمت و سختی دست به گریبان بود، تا اینکه سرانجام در 20 مارس 1940 میلادی در 80 سالگی درگذشت. سال 1376 خورشیدی برابر با 1997 میلادی، آغاز به کار رسمی شبکه جام جم و سحر سیمای جمهوری اسلامی در چنین روزی. در سال 1376 شبکه جام جم سیمای جمهوری اسلامی با هدف تبلیغ و اشاعه تفکر نظام جمهوری اسلامی در خارج از کشور به صورت رسمی برنامه‌های خود را آغاز کرد. این نخستین شبکه فارسی زبان بود که برنامه‌های خود را از داخل کشور برای فارسی زبانان مقیم کشورهای اروپا و آمریکا پخش می‌کرد. همچنین در چنین روزی در سال 1376 پخش برنامه‌های تبلیغاتی نظام جمهوری اسلامی به زبان‌های انگلیسی و عربی در شبکه جهانی سحر آغاز گردید. سال 1377 خورشیدی برابر با 1998 میلادی، محکومیت روژ گارودی، نویسنده فرانسوی، در دادگاه پاریس در 16 دسامبر 1998 میلادی. روژ گارودی، فیلسوف و نویسنده مسلمان فرانسوی، به جرم انکار هولوکاست و جنایت علیه بشریت که توسط نازی‌ها در جنگ دوم انجام شده بود، در کتاب خود به نام اسطوره‌های بنیادین سیاست اسرائیل در دادگاه تجدید نظر پاریس محکوم شد. گارودی در این کتاب ادعا کرد که صهیونیست‌ها با نازی‌ها در جنگ جهانی دوم همکاری داشتند و صهیونیست‌ها برای جلب نظر افکار عمومی به منظور ایجاد کشوری در فلسطین کوشیدند با مظلوم نمایی خود جنایات آلمان هیتلری علیه یهودیان را بزرگ نمایی کنند.